یکی از چهره‌های اصیل موسیقی ملی ماست که در طول عمر پرثمر خود همواره مورد توجه و تقدیر موسیقی شناسان و اساتید و هنرمندان داخلی و خارجی بوده است. علاوه بر موسیقیدانان بزرگی چون علی نقی وزیری، روح الله خالقی، ابوالحسن سبا که در زمان حیاتشان پیوسته به هنر تهرانی ارج می نهادند، آن دست از موسیقیدانان خارجی نیز که ساز او را می شنیدند، هنرش را می ستودند. در یکی از فستیوال های بین المللی، مکسوچ سلطان موسیقی جاز در آمریکا که زیبایی ریتم هایش هنوز بر سر زبان هاست، درباره تهرانی گفته بود: آنچه را که من با چند وسیله ضربی می سازم، او با تنبک می آفریند و گاه بسیار ظریف‌تر از ساخته های من. و این چنین بود که تهرانی به آرزوی دیرین خود رسید و توانست قدر و منزلتی برای این ساز ملی که سالها مورد تحقیر بود چه در داخل و چه در خارج ایران به دست آورد و به آن اعتبار و مقام اجتماعی بدهد. او با تلاش و تحمل ناملایمات به عهدی که بسته بود پایبند ماند و به هدفش رسید. سالهای آخر فعالیت‌های هنریش با وجود کسالتی که داشت همچنان در جستجو و کشف عوامل تازه‌ای در موسیقی ایرانی بود. تهرانی علاوه بر شناخت و اجرای استادانه ریتم‌های گوناگون و آگاهی از زیر و بم موسیقی ملی، بر دقایق و ظرافت‌های ساختمان تنبک نیز آگاه بود و حتی اندازه‌ها و دستوراتی را برای ساختن تنبک‌های مختلف مثل تنبک ارکستر و تنبک سولو ارائه داد. او تمام دستگاه‌های موسیقی ایرانی را به خوبی می‌شناخت و تقریباً تمام تصنیف‌ها و ضربی‌های قدیمی را که پیش از او معمول بود و از اساتید قدیمی آموخته بود به یاد داشت. او تا حدی نیز به تکنیک سازهای ایرانی مطلع بود و خود شخصاً سنتور می‌نواخت و به نوع مضراب‌های سنتور آشنایی داشت. حسین تهرانی مردی ساده‌زی و بدور از هر گونه پیرایه‌ای بود. او همواره کوشش می‌کرد تا شاگردانش را از آلودگی‌های اجتماعی محیط بدور نگه دارد و همواره به آنها می‌گفت: اول انسان پاک و سالم باشید، بعد هنرمند. اول انسانیت، بعد هنر. او هرگز هنرش را به مانند کالایی بی ارزش در معرض فروش نگذاشت و همواره به مبادی و پرنسیپ های یک هنرمند پایبند بود و می گفت: به کسی که هنرش را می فروشد نمی توان عنوان هنرمند داد. تهرانی در زندگی 61 سالش هیچگاه به دنبال ازدواج و تشکیل خانواده نرفت و در حقیقت زندگی خصوصی او با
با کار هنریش عجین و در آن خلاصه می شد. او می گفت شاگردانم فرزندانم هستند و به راستی این چنین بود، زیرا او برای شاگردانش پدری آرزومند و معلمی دلسوز بود. وی هنرمندی خوشقول، بختشناس، منظم و جدی بود و احترام خاصی نسبت به مردم هنر دوست داشت. تهرانی به مسائل مادی توجهی نداشت و به شهرت نیز اهمیت نمیداد. از عزت نفس و فروتنی بسیاری برخوردار بود. مدیحه سرایی از کسی نمی کرد. در مقابل اگر محبتی به او میشد، سخت حقشناس و منتدار آن بود. وی از نظر صداقت و درستکاری همواره برای شاگردانش الگوی خوبی بود. دوستان، همکاران و شاگردان حسین تهرانی همواره از او به عنوان مردی خوشرو، پاکیزه، خیشتندار، شوخ‌طبع، مؤدب و مهربان یاد می‌کنند. تهرانی در ششم اسفند ماه سال 1352 در پی کسالتی ممتد چشم از جهان فرو بست و یاد و نام جاودان از خود بر صفحات تاریخ موسیقی ملی ما بر جای گذاشت. اگر ساز تنبک امروز مورد توجه و تحقیق هنرمندان و هنردوستان و به ویژه جوانان ما قرار گرفته و مقام منزلتی بالا و شایسته به دست آورده است، بدون شک این موقعیت حاصل تلاش از خودگذشتگی و پایداری مردی است که برای احیای این هنر ملی در اجبارات محیط شورید و با تحمل رنج و سختی های بسیار نه تنها سنت شکن بلکه سنت آفرین بود و این چنین هنرمند انگبین دست و آهنین عزم ما یاد خود را به عنوان شاخص و الگوی یک استاد و یک هنرمند واقعی و اصیل برای نسل های بعد به یادگار گذاشت. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار همه شما.